مارینا گلبهاری روایتگر وضعیت کودکان به ویژه دختران در زمان حاکمیت نخست طالبان در افغانستان. این ستاره سینمای افغانستان با نقش آفرینی در فیلم اسامه تصویر روشن از وضعیت افغانستان تحت تسلط طالبان را پس از فروپاشی این گروه در سال 2001 و نسل‌های بعدی ترسیم کرده بود. آنچه در این فیلم بازتاب یافته بود حقیقت تلخ زیر سایه طالبان بود. اما پس از 20 سال چه فکر میکند؟ دختر است. دیدن این فیلم برام کابوس است. متاسفانه تاریخ تکرار شد. وضعیت زنای افغانستان بدتر از این فیلم شده. زنان افغان در یک سال گذشته به گونه‌ای درد آور به حاشیه رانده شدند. حتی دیگرانی نسبت به این که این قشر به انزوای کامل کشانیده خواهند شد همواره مطرح می شود. اعتراضات زنان با خشونت شدید روبرو می شود. خواست دیگری ندارن، فقط میخوان اونا کار کنن، میخوان درس بخونن، تحصیل کنن، که متاسفانه امروز میبینیم اجازه نمیتن دخترها به مکتب برن. واقعا بسیار جگرخون هستن به زنای افغانستان، به دخترای افغانستان. بعضی اوقات میگم ای کاش کاری کرده میتونستم که اونا را حمایت میکردم. یک سال از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان میگذرد. با توجه به حمایت جامعه بین المللی از مردم افغانستان به ویژه زنان، بسیاری ها این تحول بزرگ را غیر قابل باور می دانستند. زمانی که خواهرم تماس گرفت گفت کابل طالب آمدن، ما تمام وجودم می لرزید و خواهر دیگه که همراه ما در فرانسه زندگی می کنه اونا رو می گفتم واقعا طالب آمدن. ما یک هفته مثل که شک دیده باشم، اونا موالت داشتم، اید باورم نمی شود. ویدوها رو برام روان می کنه گفتم نه امکان نداره. تا ای که واقعا پذیرفتم متاسفانه خیلی متاثر شدم و هیچ باورم نمی شد که بعد از 20 سال دوباره وضعیت افغانستان به مو 20 سال قبل. با آنکه طالبان مدعی بودند با تسلط مجدد روی کردشان در برابر مردم افغانستان متعادلتر و متفاوتتر از 20 سال گذشته خواهد بود، اما آنچه را که مردم افغانستان در یک سال گذشته تجربه کردند یأس و ناامیدی را بیشتر از پیش برجسته کرده است. من هیچ کدام تفاوت نمی‌بینم. حتی بیشتر شده خشونتشان، تروریست بودنشان، وحشی بودنشان. می‌بینیم که تفاوت نداره. مارینا در حاکمیت نخست طالبان در افغانستان کودک بود و در جاده های شهر کابل دست فروشی میکرد. داستان کودکی 20 سال پیش این ستاره سینمای افغانستان روایتگر زندگی صدها هزار کودک افغان در شرایط کنونی است. متاسفانه امروز ما میبینیم که کودک های افغانستان در امو حالتی است که ما در گذشته بودم. هر کدام از اطفال یک آرزوی داره. آرزویی که ما داشتم داشتن یک تلویزیون بود، میخواستم فیلم ببینم. همان در اون زمان امکاناتش نداشتم و فعلا هر کودک با یک آرزوی بزرگ میشه، اما متاسفانه امو آرزوی کوچکشان برآورده نمیشه. در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان، مارینا میخواهد که بار دیگر روایتگر حقایق در افغانستان باشد.